وقت شما بخیر. در حال حاضر از هر 10 پناهجوی سوری مقیم لبنان 9 نفر زیر خط فقرند و برای رفع نیازهای اولیه‌شان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. همکارم در رابطه با وضعیت آوارگان و پناهجویان سوری در لبنان گزارشی تهیه نموده که با هم می‌بینیم. در حالی که لبنان برای عبور از بحران شدید اجتماعی و اقتصادی به ایجاد اصلاحات عمده ای نیاز دارد، بسیاری از شهروندان لبنانی پناهندگان سوری را عامل تشدید بحران اقتصادی می دانند. این تصور باعث شده است که آوارگان سوری مقیم لبنان با تبعیض، خشونت و اخراج اجباری روبرو شوند. افزون بر آن، وخامت اوضاع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی لبنان پناهندگان سوری را به شکل فزاینده‌ای در معرض محدودیت‌های شدید دولت لبنان قرار داده است و آنها را بدون توجه به شرایط سخت سوریه مجبور به بازگشت می‌کند. وضعیت دشوار اقامت در لبنان باعث می‌شود بسیاری از پناهجویان سوری مقیم این کشور در صدد مهاجرت به اروپا برایند. اما با گسترش روزافزون مواضع ضد مهاجرت در اروپا و موفقیت بی سابقه احزاب راست در انتخابات اخیر پارلمان اروپا، مهاجرت به اروپا سخت‌تر خواهد شد و پناهجویان سوری فرصت رفتن به اروپا را از دست خواهند داد. در اوایل ماه مه گذشته، اتحادیه اروپا اعلام کرد که برای تقویت سازوکار کنترل مرزی 1 میلیارد یورو به لبنان پرداخت می‌کند. البته بحران پناهجویان سوری را نمی‌توان با اقدامات مقطعی و محدود برطرف کرد. به ویژه اینکه پناهندگان سوری که در کشورهای منطقه از جمله در لبنان، ترکیه، اردن و عراق به سر می‌برند، با چالش‌های مشابهی مواجهند. بنابراین حل معضل پناهندگان سوری مستلزم اتخاذ رویکردی جامع، تلاش‌های بشردوستانه، اعطای کمک‌های کلان بین‌المللی و ایجاد هماهنگی سیاسی با دولت دمشق است. تا زمانی که بحران سیاسی و اقتصادی در سوریه ادامه داشته باشد، پناهندگان سوریه مقیم لبنان که تعداد آنها بالغ بر 1.5 میلیون نفر است، همچنان در لبنان باقی خواهند ماند و این کشور را تحت فشار قرار خواهند داد. با توجه به فقدان تفاهم و هماهنگی درباره پناهندگان سوریه مقیم لبنان، بعید به نظر می رسد که مقامات سیاسی و نظامی لبنان بتوانند طرح بازگشت اجباری آوارگان سوری را به اجرا درآورند. در نتیجه می توان گفت که لبنان برای مقابله با بحران و عبور از چالش های ناشی از حضور پناهندگان سوری در کشور به همکاری سیاسی و کمک های اقتصادی جامعه جهانی نیاز دارد. در غیر این صورت مردم لبنان به ویژه آوارگان و پناهجویان سوری مقیم این کشور با فاجعه بزرگ انسانی روبرو خواهند شد. دکتر ابراهیم روشندل کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن پیرامون این گزارش با ما همراه هستند. آقای دکتر روشندل سلام و عرض ادب. عرض سلام و درود دارم خدمت شما مخاطبین خوبتون، در خدمتون هستم. ممنونم. جناب دکتر، پناهجویان و آوارگان سوری در ترکیه و عراق و لبنان دارای مشکلات ویژه‌ای هستند. چه راهکارهایی از نظر شما برای حل معضل آنان وجود دارد؟ بفرمایید. بله، خیلی متشکرم. این مسئله به نظر من یکی از مهمترین مسائلی هستش که شاید از طرف دستندرکاران سیاسی و رسانه‌ای باید مورد توجه قرار بگیره و من خیلی خوشحالم که در این رابطه برنامه‌ای رو شما اختصاص دادید. ببینید، برای درک وضعیت پناهجویان و آوارگان سوری که در 4 کشور اردن، عراق، لبنان و ترکیه در واقع مستقر هستند، باید یک واکاوی خیلی روشنی از وضعیت سیاسی در این کشورها داشته باشیم تا تناسب سیاست کمکی اونها رو نسبت به آوارگان درک بکنیم. ببینید، وضعیت خاورمیانه به ویژه در این حوزه یک مقدار شرایط بی‌ثباتی رو داره طی می‌کنه.
سوریه که خب به دلیل مشکلاتی که برای مشروعیت قدرتش از سال 2012 شروع شد موجب شد که یک جغرافیای متفاوتی در مورد این کشور ما به تصویر بکشیم، به خاطر اینکه حضور قدرت‌های خارجی و نقش آفرینی اونها و دخالت اونها عملا باعث میشه که وضعیت شهروندان سوری در وضعیت خیلی خطرناکی قرار بگیره و اینا مجبور به کوچ اجباری بشن. در ترکیه آوارگان سوری وضعیتشون اصلا خوب نیست. حالا در مورد لبنان من اشاره خواهم کرد، گزارش ها خیلی متعددی وجود داره که در اونجا هم نسبت به اینها اجحاف و ظلم میشه. لبنان خودش درگیر مسائل و بحران های داخلی خودش هست، چه به لحاظ حضور نیروهای در واقع دخالت نیروهای خارجی و عدم تمرکز دولت لبنان و عدم مدیریت خیلی خوب در زمینه بحران هایی که در داخل هست. مثلا گروه حزب الله لبنان یک اعمال نظر دیگه‌ای داره در رابطه با شکل‌گیری دولت و این پراکندگی ثبات سیاسی در خود لبنان مزید بر علت شده. من سه تا مسئله رو به طور مشخص میخوام به طور عمده مطرح بکنم. یکی اینه که مسئله مهاجران باید از کنترل کشورهای ذی‌نفع که نقش آفرین هستن و منافع ملی خودشون رو در لبنان یا در سوریه دنبال میکنن باید خارج بشه و به سازمانهای بین المللی سپرده بشه. دوم اینکه این ائتلافهای سیاسی پشت پرده که متاسفانه بخشی از اونها هم نظامی هست بین قدرت‌های خارجی و گروه‌هایی در داخل این کشورها به ویژه در لبنان شکل می‌گیره که هر کمکی هم در واقع دریافت می‌کنن اون رو صرف تقویت توان نظامیشون می‌کنن تا بتونن در مقایسه با اینکه بتونن این کمک‌ها رو به آوارگان اختصاص بدن. سوم اینکه برگ آوارگان و پناهجویان به عنوان یک فاکتور مؤثر از طرف مسئولین سیاسی این کشورها به ویژه لبنان داره استفاده میشه. ترکیه هم همین سیاست رو دنبال میکنه که بتونن امتیازهایی رو از کشورهای دیگه بگیرن، ولی اینکه اون رو به چه شکل بتونن اعمال بکنن روی بله. بهبود کیفیت زندگی پناهجویان ما این رو نمیبینیم. بله ممنونم. با تشکر از دکتر ابراهیم روشندل کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن که پیرامون این گزارش دعوت ما را پذیرفتند.